پایه اسلام نمیذاره که به دخل ما رو تمدنهای دنیا رو بیاره. این بدبخت تاریخ سرویس کردن ما هست. وقت ما افتخار میگه شما 7760 که امسال هستیم سال آریایی میترایی است، دینی نیست و سیاسی هم نیست و تمدن ایران. حالا از این تاریخ استفاده کن، نمیخوای استفاده کنین؟ بعضیاتون خیلی حساسیت دارید که آقا سیاوش عباسی‌تان آورده مدش کرده، من با اینکه مال شاهنشاه هم تاریخ این نمایشگاه هنر 7000 سال ایران در اینجا افتتاح کرد، بهتون بارها گفتم و کتاب ها در اومد، بعد اونجا هیچ حرفش نزد. حتی به شهبانو عزیز یه بار گفتم، گفتم این تاریخ مال شماه، گفتم شهبان این تاریخ مال شما، تعجب کرد چطور؟ من دیدم یادش نیست. گفتم خانم جان تشریف آوردین با شاهنشاه اینجا، شارل دو گل از شما استقبال کرد، آندره مال رو وزیر فرهنگ بود اینجا در پوتی پاله، در پوتی پاله نمایشگاه تمدن تاریخ هنر 7000 سال ایران بود. خب ایشون زحمات زیاد کشیدن، یادشون رفته بود تاریخ 7000 سال مال شاه محمد رضا شاه اول. ولی بعدن اتفاقاتی میفته، اون شجاع‌الدین شفا به خود من اینو گفت، استاد روانش شد، شجاع‌الدین شفا خودش به من گفت، گفت ما اون موقع اگه این اطلاعاتی که تو الان داری و دانشی که تو پخش کردی رو میداشتیم، تاریخ 7000 ساله رو میذاشتیم. نمیدونستیم ما رفتیم اسرائیل جشن زایش کوروش بود، وقتی برگشتیم به شاه پیشنهاد کردیم که آقا تاریخ کوروش بشه که اون گذاشت. به هر حال شما اگر نمیخواین تاریخ 7760 آریایی میترایی تاریخ تمدن ایران است، شهرنشینی شهریگری ایران است، تو گوین از تاریخ 2500 سالی که البته بوره میدونه که اون تاریخ رو خود شفان به من گفت، الان تاریخ هم بریم بکنین، اون تاریخ شاهنشاهی رو خود شاه بعد چند ماه حذفش کرد و از لغو شد به خاطر اینکه درست نبود. یعنی نه تاریخ تولد زرتشت میشه 2581 که الانیم، و حال نمیخوام الان وارد مبحثش بشم، یعنی اون تاریخ هم خود محمد رضا شاه بود، یک سال پیش از اینکه تشبیه از مملکت بیرون لغوش کرد. تاریخ زرتشتی دارین 3760 است مثلا، تاریخ مسیحی دارین که شما مسیح هستین 2020 تون میتونه استفاده کنین، اگر یهودی هستین 5700 دارید تاریخ یهودیتون استفاده کنید، ماد هستید تاریخ 2700 سالی مادا رو استفاده کنید. حتما البته نمیدونم، ولی تو هر روز میگید آقا این رسمی شده دیگه کارش نمیشه کرد. چجوری میخوان با این سیستم مبارزه کنید، با این نظام مبارزه کنید وقتی مردم دارن شعار میدن که بیزارم هست. سریش آتیش میزنه یعنی چی؟ خب پس بایستی اگر میخوای مملکت آزاد بشه ذهنت و ذهن ننه بابا تو باید اول آزاد کنی، ذهن استاد دانشگاه تو باید عوض کنی، ذهنی باید که میکروفون دستش داره حرف میزنه باید عوض کنی، باید این رو بهش بگی. الان هم شما قدرت دست بچه هاست، هم جوان هاست. من مرید بچه هم. من پشت سر بچه ها حرکت میکنم. اینا یه مش همه مفخورن داخل و خارج. همه رو میخواستم بدونم خطری که الان هست اینه که 170-180 میلیارد دلار ترامپ گفت اوباما گذاشت تو هواپیما داد به روحانی وقتی که دولت بود، اینا رو خرج ملت که نگر که شما روز روز گداتر شدین پول دلارتون اومد با این که این پولا همینا بالا کشیدن
با خود خارجی هم قاطی تقسیم کردن، یعنی درسته به خود ندادن. حالا از همه این پولا اینا 2 میلیارد 1 میلیاردش رو گذاشته باشن کنار که بیان زمینه بسازن که او جناح اووری، جناحی که آمریکاییه، چون ما تو ایران جناح آمریکایی داریم، جناح روس انگلیسی داریم، جناح چینی داریم، جناح روس انگلیس چین داریم، ولی اینا همشون همیشه با آمریکا مخالفن. جناح اروپایی هم داریم خیلی ضعیفن. اینا همه هم تو قدرتن. مثلا من یک رازی رو امروز به شما بگم قبلا هم گفتم. وقتی که کروبی رئیس مجلس بود، این آمریکایی، من چند بار که سخنرانی داشتم آمریکا می اومدم برای مسا، الانم عضو میتونم فردا هم باز بیام، مشکلی نداره. توی مسا اونجا همه می اومدن، ببینید رئیسای سازمان سیا سابق اینجا می اومدن. حتی توی یک جلسه جورج کرو و خانم الهه هیکس پنل من بودن، ما توی پنل صحبت میکردیم. یه سال دیگه استاد زلفنون برنامه داشتن همزمان با من تو همون هتل که اون کنفرانس من داشتم، ایشون برنامه چون یه ساعت به تاخیر انداختن تشریف آوردن اونجا نشستن. یک سال دیگه آقای عبدالکریم سروش تشریف داشت اونجا، مهرورزی کرد که بارها تعریف کردم، حالا جای خود داره. اما اونی که میخوام به شما بگم اون اینه که اینها میگفتن که یعنی امنیتی های خود روی که مملکت ها رو سرویس امنیتشون میگردن، یه رئیس جمهور که 4 سال میاد میره اونا میگردن، میگفتن آقا ما چیکار کنیم فلان کنیم. بعد به من میگفتن آقا ما میخوایم یک اپوزیسیون تو خود نظام، این اپوزیسیون همه رو امتحان کردیم به درد نمیخوره، این اپوزیسیون خودش خود رو. همراه من اون موقع استاد سپهر زبی هم بود، یکی از مدیران دانشگاه استنفورد. دانشگاه استنفورد آدمای پلیتیک رو، سیاستمدار رو، آمریکا گردان رو تربیت میکنه، حتی برای کشور دیگه هم استنفورد آمریکا خیلی مهم. اما رئیس و اینا هم اونجا درس خونده بودن، شاگرد سپهر زبی بودن. سپهر زبی هر سال من دعوت می‌کردم میومد اینجا پاریس، به هوایی که تعطیلات شو بگذارن یک کنفرانس هم براش می‌گذاشتم، یک ماه اینجا پاریس بود، خیلی با هم صحبت می‌کردیم و اینا، و خودش قصه داره. حالا اونجا اینا یه شب که جلسه بود گفتن آقا می‌خوام خود رژیم یک اپوزیسیون بزنم، گفتم آخوند که اپوزیسیون نمیشه، آخوند مگه حرفا یعنی چی؟ بگین می‌خوام اینجوری بهتر راحت‌تر باشون راست بزنین، وگرنه ما اون جلسه ترک کردیم. ولی بعد سپهر زبی به من گفت، چون ایشون مشاور رم میداد به سازمان سیای امریکا و اینا، روان شاد از جان دوان رفت استاد سپهر زبی و غیره. یه سالش که من بعد ها گفت او جلسه شنیدی؟ گفتم آره. گفت اینا الان دارن شروع کردن با اصلاح طلب، یه گروه میخوان درست کنم اصلاح طلب و یه حرفا، اما دوران خاتمی قبلش حتی بود، قبل خاتمی که انتخابات بود که من اونجا هم یک پروژه دادم پروژه خیلی مهم بارم باید بریم بگیریم 1996. گفت آره اینا بین اینا انتخاب کردن، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب کردن، 50 میلیون دلار هم گذاشتن که بیاد آمریکا بهش بدن و برن تو خود رژیم بپوزه. 50 میلیون دلار موقع خیلی بود، قد 500 میلیون الان ایران خیلی. اینا قرار شد برن، رئیس سابق مجلس قرار شد بره، ولی توی تیمی که میخواست با خودش 50 نفر ببره آمریکا، 3-4 تا از این بچه خط امامی بودن که سفارتی گرفته بودن. آمریکایی گفتن اینا نباید بیان، چون اگه اینا بیان آمریکا اینا رو میگیره، اینا گروگان گرفتن اینا، بعد اونا هم با اونا کار میکنن الان، ارادت اینا حالا کار میکنن با آمریکا. و خلاص اون طرف خودش نرفت، رئیس سابق مجلس نرفت، ولی بایی که نرفت پول رسید و اونجا خط ساخته شد و دعوا شروع شد. خلاصه از اونجا یه خط آمریکا پیدا کرد تو ایران، مثلا چون این سیده اسمش میاد چون موازه باشین هر سیدی سادات تازی نیست، ولی اکثر سیدا اینها پایه های محکمی رژیمن که میان الان خیلی هم به عنوان اپوزیسیون و فلان و فلان هستن، ترتیب ما رو میخوان بدن سر به زنگا. یادتون نره اینا رو، به احتمال نباید کرد، ولی ما سید خوب زیاد داریم، دارن مبارزه میکنن، بارها گفتم. حالا یکی از اینا سید میرحسین موسوی بود. میرحسین موسوی خانمش زهرا رهنورد به من اون سالا میگفت که ایشون رئیس فرنگستان بود، میگفت شوهر من میخواد بره فرنگستان، پول بنزین ارزو بود موقع، نداره با ماشینش بریزه بره، با اتوبوس میره، گفت تا حد گفت آره تا حد دلش خراب بود. بعد چطوری میلیاردها تومان خرج انتخابات ریاست جمهوریش کرد؟ آخه تمام پوسترها که شما میدین، آفیشایی که میدیدین، شالگردنای سبزی که میدیدین، همه پول خورده بود که. مهدی رفسنجانی که الان تو زندانه گفت پول همه رو ما دادیم، من میگرفتم، از عربستان گرفتم، جای دیگه گرفتم، من خودش گفت اینا رو، مهدی رفسنجانی گفت.
خب پس این پولا رو اینجوری گذاشتن میذارن برای این که حالا این دفعه که 170 میلیارد 167 میلیارد دلار به روحانی داد، این پول بخشیشو خیلی اندکیشو اینجا با تو تهران که با مای 10 دلار آدم رو خریدن گذاشتن پای چیز توییت میفرستن و تو خارج هم که تو تریاک یارور بده، یک کراوات بهش بده و کرخونه بهش بده، یک ماشین براش بخر و آدمت میشه که. خب اینا الان اینا دارن و الان اصلاح طلبا دارن همه تلاششون رو میکنن که این انقلاب نوین بالا بکشن. نشانه هایی که هست، چون من وقتم تموم میشه زود زیاد وقت دارم، نشانه هایی که هست من بهتون میگم. یکی از نشانه ها اینه که اولا با هر چیزی که مستقل آزاد باشه، وابسته به اونا نباشه، اونا توش نفوذ نداشته باشه، اینا مخالفت میکنن. هر جور هم شده میاد به ننه تو، عمه تو، بابای تو، ریش تو، فلان تو، سبیل تو، کراوات چه بد بسته باشه، اون این کج شده باشه، پرچم کم شده باشه، چه میاد ایراد میگیره که خرابت کنه و اندیشمندان این خط رو شما مواظب باشه، مواظب باشه. کار دیگه که میخوان تو این تظاهرات میخوان یه جورایی به هم بزنن وحدتی که به وجود اومده. هم آقا اون گفته بالا چه چیزا رو آقا ای تو جهان برای یه کسی تونس مدیریت بکنه یک تظاهراتو دمش کرد. یه دختر اومد تونست کاری کنه مسئله حجاب و پوشش و شادر رو بی جا برسونه، دمش کرد. تو چرا حسودیت میشه مردک؟ یه خواننده اومده یک برای خونده همه دنیا گرفته، تو چرا حسودیت میشه؟ به گونه دیگر میزنه. آخه یه حسادت همه جا هست. خیلی وقت تو فکر میکنیم او امپریالیست صهیونیست، این حسادت اینا رو میگیرن فعال میکنن، از حسادت یارو وزارت اطلاعات سود میبرن. حالا یکی از شعارهایی که اینا تو تظاهرات خواهند آورد دردسر ایجاد کنند و اون تظاهرات بزرگی که میخواد در ایران انجام بشه، تظاهرات سوم که اینا در خارج باید چی کار بشه، باید ریخ در خارج از کشور، اگه نبستن سفارتخونه های جمهوری اسلامی رو باید ریخ سفارتخونه رو گرفت در یک تظاهرات بزرگ، اگه بستن دنیا اینا رو بست که بسته، اگه نبنده مردم میرن میبندن. خب یک تظاهرات بزرگی میخواد، رژیم الان داره فهمیده میخواد کار کنید تظاهرات نشه. تو خود ایران تظاهرات بزرگ میلیونی بشه، پدر مادر پیرپاتالا رو بچه‌هاشون بکشن بیرون، بگم با پاش دیگه تو که آخر عمرت بیا، ما داریم میریم جون میدیم، تو نشستی اینجا هنوز حمد قول والا میکنی، خبر مرگت. خب اونم تظاهرات بزرگ تو ایران بشه چی میشه؟ تمام ارگان قدرت شهرداری، فرماندهی، رادیو تلویزیون، مردم میزنن میگن مثلا الان که قیر جار گرفتن رژیم میفته دیگه. خب برای که نیفته باید بین ما تفرقه وجود بیاره، خط جدید فلان فلان. اونا چیه؟ اونا همینه. یکی از شعارهایی که نخواهند داد اینه که مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. این شعار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. امکان داره یک دختر لختی سکسی هم بگیره دستش، امکان داره یکی که مشروب هم داره میخوره بگیره دستش، گول نبود بخوره. شاه ستمگر نبود. ما دوتا شاه آخری که ما داشتیم، یکی رضا شاهی که ما مرزا شاه، شانشاه یمر، آریامه، اینا ستمگر نبودن. شاه حتی یارو که میخواست یه رو بکشه اومد بزرگترین پست مملکت بهش داد. هر کسی توبه میکرد قاتلای خودش رو بخشید، کجا ستمگر بود؟ حالا من میدونم، این من میدونم که یک عده‌ای که گول فدراسیون و کنفدراسیون و گول اسلام و گول صدام حسین خورده بودن، گروه های چریکی اینا درست کرده بودن، همشون گول خورده بودن، خودشون هم گفتن که همه دارن میگن خودشون گول خورده بودن و اینا اون موقع مخالفت مبارزه میکردن، اینا رو زندان کردن، حالا تو زندان شلق هم به پاشون زدن که ازش اعتراف میگن. آقا یکی از همینا آقای استاد امیر اکبری از رهبران بالا اینا بود، خب به من گفت، من اینجا گفتم، گفت به خدا شلاق زده بودن پای من، هنوز آثارش هست، ولی من الان از شاه عذرخواهی میکنم. ما اشتباه میکردیم اون موقع، ما گول خورده بودیم. خب یک عده که گول خورده بودن، نه نر گرفتن، انداختن زندان، ننش باباش هم انداختن زندان، فلان، یه عقده داره الان، عقده این اینا، از عقده اینا این را استفاده میکنه جمهوری اسلامی. مرگ بر ستم، شاه ستمگر نبود، رضا شاه هم رضا شاه در ابتدا کلک زد به انگلیس ها و روس ها، قزاقستان الان هست، رئیس قزاقا بود دیگه، به انگلیس هم کلک زد توسط طباطبایی اینا. بله باید کلک به دشمن، تو باید کلک بزنی خره، به دشمن که کلک نزنی که میکشه تو رو پایین داغونت میکنه، کلک زد قدرتی گرفت، وقتی قدرت گرفت خواهر همه رو سرویس کرد، مادرشون هم سرویس کرد، فوش هم که الان ملت داره میده هیچ اشکالی نداره، چون وقتی که میان میزنن شما رو تجاوز میکنن، کشتار میکنن، چار کلمه فوش گیب نداره. مرتکه قرائتی میشنسینش ببین چی گفته. خب وقتی این میاد علن